در حالی که موج فزاینده گرانی ها به ویژه در مورد کالاهای اساسی روزها تأمین معیشت روزانه مردم رو هم دچار بحران و مشکل کرده، حالا روزنامه شرق گزارش داده با عنوان روزهای پایانی ارز دولتی و نوشته که دولت 13 لایحه‌ای رو به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که بر اساس اون ارز دولتی یا ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد. این ارز چند سال پیش در دولت حسن روحانی تحت عنوان این که اختصاص پیدا بکنه برای کالاهای اساسی و کالاهای اساسی در واقع روند افزایش قیمتشون کنتر بشه اختصاص پیدا کرد، اگرچه پرونده های متعددی هم حتی به شکل قضایی مطرح شد که افراد یا شرکت های مختلف این ارزها رو گرفتن و کالایی بر نگردوندن، وارد نکردن، یا اگر وارد کردن این کالا رو به قیمت دولتی یا با قیمت ارز دولتی محاسبه نکردن که به مردم عرضه کنند. همزمان روزنامه فرهیختگان هم که وابسته به دانشگاه آزاد و نزدیک به علی اکبر ولایتی هست، اون هم چون این تلقی داره که اگر حذف بشه ارز 4200 تومانی وضعیت کالاهای اساسی به بحرانی بیش از پیش شدیدتر منجر خواهد شد. به همین دلیل نوشته لطفاً اینجا محافظه کار باشید. روزنامه دیگری که باز در همین زمینه گزارش داره روزنامه اصفهان زیبا هست. مرغ 90000 تومانی با حذف دلار 4200 تومانی این قیمتی است که دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان برای قیمت مرغ یعنی گوشت مرغ اعلام کرده و گفته که اگر دولت حذف کنه ارز 4200 تومانی رو، قیمت کالاهای اساسی به ویژه قیمت مرغ حداقل 3 برابر خواهد شد. ایشون در این حال تاکید کرده که نهادهای دامی و خوراکی که باید در مرغداری ها استفاده بشه اون هم قیمتش 3 برابر خواهد شد. در نتیجه موج فزاینده گرانی به نوشته روزنامه اصفهان زیبا در پیش است. روزنامه دیگری که گزارشی داره درباره افزایش قیمت مسکن و وعده های دولت فعلی روزنامه همشهری است. گرانی خانه 11 برابر در یک دهه. در یک دهه گذشته به نوشته این روزنامه قیمت مسکن در ایران 11 برابر شده، اما این روزنامه نوشته که در حال حاضر دولت فعلی شعار و وعدش اینه که سالانه بین 900 تا 1 میلیون و 100 هزار واحد مسکونی خواهد ساخت، موضوعی که حتی در این گزارش هم به دیده تردید به اون نگاه شده. اشاره شده در این روزنامه که در حال حاضر و بر اساس آمارهای رسمی دست کم 1 میلیون و 400 هزار خانوار مسکن ندارن، یعنی نه اجاره نشین هستند نه کسانی هستند که صاحب مسکن هستند. اینها یا در حاشیه های شهر در آلونک ها زندگی میکنن یا در اماکنی مثل روستاها در نزد اقوام یا بستگان خودشون زندگی میکنن. خانوارهایی هستند که وجود دارن اما به طور کلی فاقد مسکن هستند.